اسلامی نوعی فرهنگ ساده اندیشی رو در بین ما ایرانیان شوربختانه گسترش داده، واقعا لازم هست در مقابل حتی کوچکترین فرافکنی و مغلطه ما بلا فاصله روشنگری رو انجام بدیم و بگیم که جمهوری اسلامی همچنان حتی با تغییر بخش‌های اساسی از قوانین خودش و شیوه مدیریت و کشورداری خودش، اما همچنان بر یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی اصرار داره که مانیفست شیعه اثناعشری برای حاکمیت و مهدویت در قبله اول مسلمین مسلمانان هست. به اصطلاح این دیگه ربطی نداره که هموطن من عزیز من ما چقدر به اسلام باور داریم ندونیم، اونو درست میدونیم، بد میدونیم، کج میدونیم، راست میدونیم، من در آوردی میدونیم و اینها. بحث این که آخوندیسم حاکم بر ایران، آخوند حاکم بر کشور ما، این مسئله رو بهش باور داره و حتی اگر باور هم نداشته باشه آبروی خاندانی سیدی اون هست، کسی که خودش رو از نسل اولاد پیغمبر سگ‌کش و ایرانی کش میدونه، مثل من و شما دلش و پشتش به تخت جمشید و پاسارگاد گرم نیست. اون آبرویی داره که از ایرانی کشی، از یهودی کشی و از قتل و غارت دیگران به بهانه امنیت الله میاد، به اون باورمنده و بر اون اساس حرکت میکنه. این که حالا شما بشینیم بگیم که این و اسلام خوبه، اون ورش بده، اینها اسلام رو درست به نظر من اشاره نمی کنن، اینها اسلام واقعی ندارن، اینها اتفاقا من به شما میگم که ما مورد رأفت اسلامی هم قرار گرفته باشیم، قرار گرفتیم برای اینکه باید کار کنیم و دسترنج داشته باشیم تا آخوند بخوره. بنابراین خیلی مهم استش که در این جایگاه و در این روزها بدونیم در زمین جمهوری اسلامی بازی کردن. کشور اسرائیل یک دونه رادیو و یک دونه تلویزیون بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه ایران باز نکرد. ببینید ولی جمهوری اسلامی هر روز در تمام رسانه‌هاش به تاخت و تاز خودش به یهودیان و به اسرائیل ادامه میده و بر اساس همین تاخت و تاز اتفاقا داره از سوی جامعه جهانی ساپورت میشه. در مسئله برجام و مسئله دستیابی به بمب هسته‌ای آنقدر وقت کشی میکنن و آنقدر همه رو سرگردان میکنن تا بالاخره جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه و خودش و ما رو همه رو بدبخت کنه. خواهش میکنم ازتون قدری به تمام گفته هایی که از دهن آخوندها، پاسدارهای اونها و این رسانه های بی خود و هرزگوی جمهوری اسلامی بیرون میاد، نمیدونم رضا حاضری ها و رائفی پور ها و اینها، واقعا فکر کنید، اندیشه بکنید اگر جنبشی و اگر مکتبی آنقدر قدرت در جهان داشت که آمده و برای ما آخوند انتخاب کرده، خیلی راحت بدون این که من و شما رو متوجه کنه این دعوا و برنامه رو میبرد در مثلا جزایر گالاپاگوس و بدون اینکه کسی بفهمه با تانک های خودش از نیل تا فرات رو تصرف میکرد، میگرفت، پرچمش رو میزد، همه هم از این مسئله استقبال میکردند و تمام میشد میرفت. مگر این همه سرزمین کانادا و امریکا و مکزیک و برزیل و چین و اینها رو با میلیون ها کیلومتر مساحت کشور اعلام کردن کسی اعتراضی کرده؟ مثلا اینکه استرالیا از کجا آمده و بومیان اونجا رو سرکوب کرده و کشور شده و امروز، اگر کسی اعتراضی کرده؟ هرچی رسانه ها گفتند خوبه ما هم میگیم خوبه، هرچی گفتند بده ما هم میگیم بده. خب اگر این جنبش اینقدر قدرت داشت که داره تمام دنیا رو میچرخونه و تمام فسادها و بدبختی ها از اونه، خب یه فکری اول به حال خیابان های اورشلیم میکرد. این هم این معبد سلیمان رو در دست میگرفت و بلیتش رو میفروخت، از لحاظ باستان شناسی برای خودش گردشگر و توریست واقعا به شکلی جذب میکرد یا آبادش میکرد و در واقع امنیت خودش رو اول تامین میکرد. این که
حرف‌ها با واقعیات و فکت‌هایی که واقعاً وجود داره ما بخواهیم اینها رو مقایسه کنیم کار سختی نیست، اما متاسفانه هست کردم فرهنگ ساده انگاری توطئه پرور و در واقع وقتی که ما خودمون به راحتی جهنم و بهشت و حوری و غلمان و خیلی این مسائل رو به راحتی از دین اسلام میپذیریم، جایی که معلوم نیست کی رفته کی نرفته و برای خودمون هر روز برای نماز خوانده و نخوانده و صدقه داده و نداده چرت میاندازیم، از اون طرف میبینیم که سیغه در مقابل ما قرار داده برای ارضای نیازهای جنسی کاملا شرعی و تمام کلاهایی که سر ما این مذهب گذاشته تربیتی رو در ما سازماندهی کرده که وقایع رو نمیبینیم، چشممون رو به روی حقایق میبندیم و هرچی رسانه ها گفتن باید باور کنیم. یعنی رسانه ای که یک لحظه یک فیلم مستند راجع به یک مسئله مهندسی نشون میده چون درسته، پس اگر پشتش هم اسرائیل و صهیونیست رو محکوم کرد و گفت اینها اشغالگر سرزمین خودشون هستن، ما هم باید اون رو باور بکنیم و تمام تریبون‌های خود جمهوری اسلامی و اتاق‌های فکر اینها رو رها میکنیم، میریم جایی که تنها جایی که میاد و از واقعیات کوروش بزرگ خط به خط از روی استوانه این پادشاه بزرگ ایرانی میخونه و ترجمهش رو میگه، بیاییم اونجا و سعی کنیم خودنمایی بکنیم و دروغ فراکنی بکنیم. به هر حال جناب رحیمی، من در این بخش از روم و گفته‌هایی که تا اینجا دوستان آمدن و نسبت بهش اشاره کردن باز اشاره میکنم که فرهنگ و تمدن ایران باستان و پادشاهی کوروش بزرگ اصلاحاتی در اون انجام داد و ازش یک